سازمان ملل متحد اظهار داشته باران‌های شدید در مناطق مختلف کنیا منجر به کشته شدن دست کم 13 نفر و آواره شدن حدود 15,000 نفر شده است. گفتنی است کنیا که در شرق آفریقا واقع می باشد بارها شاهد کشته شدن هزاران نفر بر اثر سیل در فصول بارانی بوده است که عمدتاً ساکن در مناطق دریاچه‌ای و پایین دست رودخانه‌های اصلی بودند. در همین راستا احمد ادریس دبیرکل صلیب سرخ کنیا طی اظهاراتی گفت کمک‌های غریق نجات از جمله سرپناه و آب آشامیدنی به آوارگان داده شده تا از شیوع بیماری‌ها جلوگیری شود. در پایان گفتنی است بر اساس اعلام اداره هواشناسی انتظار می‌رود فصل بارندگی در اواخر فروردین ماه به اوج خود برسد. خبری از پاکستان، کشف سویه جدید ویروس فلج اطفال در نمونه‌های جمع‌آوری شده در 30 منطقه پاکستان نگرانی‌ها را در مورد افزایش احتمالی موارد فلج اطفال تشدید کرده است. شاین ذکر است این بیماری یک بیماری ویروسی بسیار مسری است که در درجه اول کودکان زیر 5 سال را مبتلا می کند و از طریق مدفوع، خوراکی ها و آب آلوده منتشر می شود. این بیماری متاسفانه غیر قابل درمان است، اما می توان از طریق واکسیناسیون از آن جلوگیری کرد. گفتنی است کارشناسان بهداشت هشدار می‌دهند که ویروس فلج اطفال در پاکستان به ویژه در مراکز شهری مانند کراچی، کویت و پیشاور به طور مداوم وجود دارد. لازم به ذکر است شهزاد بیگ هماهنگ کننده مرکز ملی عملیات اضطراری در پاکستان خبر از طرح جامع واکسیناسیون فلج اطفال تا پایان سال 2024 در این کشور داد. وی اظهار داشت این طرح در 8 نوبت انجام خواهد شد و هدف آن ریشه‌کن کردن گونه‌های جدید و وارداتی این ویروس که از کشور همسایه یعنی افغانستان می‌آید می‌باشد. سازمان ملل طی بیانیه‌ای هشدار داد که نزدیک 55 میلیون نفر در غرب و مرکز آفریقا با گرسنگی شدید روبرو هستند. آژانس‌های سازمان ملل طی بیانیه‌ای اظهار داشتند تورم دو رقمی و رکود تولید محلی عوامل اصلی بحران گرسنگی در این قاره به حساب می‌آید. این گزارش در ادامه افزود کشورهای نیجریه، غنا، سیرالئون و مالی از بدترین آسیب دیدگان هستند. در همین راستا مارگوت واندروول، سرپرست منطقه‌ای برنامه جهانی غذا WFP برای غرب آفریقا اظهار داشت ما به کمک همه کشورها نیاز داریم تا بتوانیم از اوضاع نابسامان در این قاره خارج شویم. و خبری از اوضاع کودکان در غزه. سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز گذشته اظهار داشت آتش‌بس بهترین راه برای حمایت از مردم غزه به ویژه کودکان است که از فرط گرسنگی می‌میرند. گفتنی است سازمان ملل بارها درباره قحطی قریب الوقوع در غزه هشدار داده است. در غزه 70% از جمعیت شمال این منطقه گرسنه هستند و محدودیت‌های کمک‌های بشردوستانه همچنان در این منطقه ادامه دارد. خانم تس اینگرام یکی از اعضای تیم یونیسف که به این منطقه اعزام شده بود طی سخنانی گفت دیدن کسانی که از سوء تغذیه رنج می‌برند غم‌انگیز است. اکنون در شمال غزه به دلیل اختلال در تولید مواد غذایی و همچنین به دلیل محدودیت کمک در منطقه گرسنگی و سوء تغذیه به شدت در میان کودکان افزایش یافته است. دانشمندان شواهدی مبنی بر تأثیر تغییرات آب و هوایی بر بیماری به دست آوردند. گفتنی است کاندیدا اوریس نوع جدیدی از مخمر است که اولین بار در سال 2009 میلادی مشاهده شد
و با افزایش دما در سطح جهان گسترش یافته است. برخی از محققان این مخمر را اولین نمونه از یک قارچه بیماریزا می دانند که از گرمایش جهانی ناشی از فعالیت‌های انسانی پدید آمده است. شأن ذکر است این مخمر در برابر داروهای رایج ضد قارچ مقاوم است. گفتنی است موارد ابتلا به این بیماری در ایالات متحده از 173 مورد در سال 2017 به 2377 مورد در سال 2022 افزایش یافت که در موارد شدید میتواند کشنده نیز باشد. در پایان لازم ذکر است حشرات گزنده‌ای نیز که بیماری‌های وحشتناکی مانند مالاریا و وبا را منتشر می‌کنند در شرایط گرم و مرطوب به دلیل تغییرات آب و هوایی ایجاد می‌شوند و رشد می‌کنند. و خبری از کشور اروپایی سوئد. دادستان سوئد علیه یک شرکت هواپیمایی که یک زن مسلمان را به دلیل حجاب اخراج کرده بود حکم صادر کرد. دادستان همچنین به این شرکت هواپیمایی دستور داده است که به زن یاد شده حدود 14,000 دلار غرامت بپردازد. گفتنی است این زن مسلمان شکایت کرده بود که به دلیل استفاده از روسری در خطوط هواپیمایی با تبعیض روبرو شده است. لارس آرینوس دادستان سوئدی در بیانیه‌ای اظهار داشت برابری در بازار کار و آزادی مذهب نباید با منافع کارفرما در تضاد باشد، اما در چنین تعادلی باید آزادی مذهب حاکم باشد. آرینوس شرکت هواپیمایی را به پرداخت 150,000 کرون سوئد معادل با 13,982 دلار به عنوان غرامت محکوم کرد. شاین ذکر است این زن مسلمان سال گذشته به این دلیل که با تبعیض مواجه شده است شکایت خود را به بازپرس داده بود. فروشگاه آنلاین چینی شین که به خاطر لباس‌های مقرون به صرفه‌اش در سطح جهان شناخته شده است، به دلیل استفاده از مسلمانان اویغور و کار اجباری آنها در این فروشگاه هدف کمپین تحریم‌ها قرار گرفته است. در همین راستا سازمان حقوق بشر عدالت برای همه مستقر در شیکاگو از زنان مسلمان خواست تا این فروشگاه را تحریم کنند. این سازمان حقوق بشری در هفته گذشته در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق گفت برای مسلمانان بسیار مهم است که از قدرت مصرفی خود برای اعتراض به استفاده از کار اجباری و نشان دادن همبستگی با جامعه اویغور استفاده کنند. از سوی دیگر پکن وجود هر گونه کار اجباری در سینکیانگ را رد می کند. مجموع جانباختگان ناشی از مصرف قرص برنج در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته که تعداد 46 نفر شامل 10 زن و 36 مرد بوده روند افزایشی داشته است. به گفته سلیم خانی مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، مصرف قرص برنج توسط انسان در مدت 3 تا 4 ساعت سیستم تنفسی و قلب را دچار اختلال می کند و فرد مرگی دردناک و سخت را تجربه خواهد کرد. گفتنیست قرص برنج حاوی ماده مؤثر فسفید آلومینیوم و سایر ترکیبات شامل اوره و کاربامات آمونیوم بوده و در اثر تماس با رطوبت یا اسید معده تولید گاز خطرناک فسفین، آمونیاک و دی اکسید کربن آزاد می کند و علت اصلی سمی بودن گاز فسفین است. بر همین اساس فسفین گازی بسیار سمی است که حتی در غلظت‌های پایین هم کشنده است. و اما خبر آخر، آمن محمد معاون دبیرکل سازمان ملل روز گذشته خواستار تحول در یادگیری شد و تأکید کرد دریافت آموزش خوب نشان دهنده امید برای همه نسل‌های آینده است. وی با اشاره به آموزش سطح عالی در اتحادیه اروپا در مورد کودکان غزه که بیش از 6 ماه است هیچ آموزش و پرورشی ندیده‌اند ابراز تأسف کرد و افزود
امروز چراغ غزه و کودکان غزه خاموش شده و ما به تعهدی نیاز داریم تا دوباره آن شمع را برای کودکان و مردم غزه روشن کنیم. آموزش همان بارقه امید است و آموزش و پرورش آینده کودکان را خواهد ساخت. آمن محمد در ادامه گفت لازم است رهبران جهان نیاز فوری به تغییر و سرمایه گذاری در آموزش را به عنوان یک ضرورت جهانی به رسمیت بشناسند و همچنین ساختار مالی بین المللی را اصلاح کنند تا بتوان همکاری دیجیتال را در این زمینه قوت بخشید. آموزش حق بشر است.